روستای بزرگ قلعه آقا حسن از توابع بخش سلیمان شهرستان زاوه که در 15 کیلومتری مرکز بخش و 45 کیلومتری مرکز شهرستان واقع شده و در ضلع جنوبی شهرستان زاوه واقع می باشد. جمعیت روستای قلعه آقا حسن بالغ بر 4000 نفر و 1100 خانوار می باشد و افزایش جمعیت داشتیم به علت مهاجرپذیری روستا، چون روستا در مرکز روستاهای مجاور و مرکزیت دهستان قرار دارد و همین دلیل مهاجرپذیر بوده و جمعیت روستا رو به افزایش است. شغل اصلی مردم کشاورزی و دامداری می باشد که محصولات عمده این روستا جو، گندم و مهمترین محصول روستا محصول استراتژیک زعفران و یا همان طلای سرخ است که به صورت فصلی مردم در اوایل پاییز مشغول به این کار هستند و حتی از شهرستان‌های مجاور و روستاهای مجاور هم کارگر به اینجا مهاجرت می‌کنند جهت کار کشاورزی. با توجه به اینکه دولت توجه ویژه‌ای به روستاها داره و مقام معظم رهبری هم توجه ویژه‌ای دارن به امر مشاغل روستایی، الحمدلله در روستای قلعه آقا حسن مشاغل خانگی از جمله مشاغل لحاف‌دوزی، گلابگیری و مشاغل گلخانه‌ای، خیار و طیور و اینجور مسائل در روستا الان به چشم می‌خوره. دوران بچگی و نوجوانی و جوانی والا فقط دنبال کار بودیم، حالا درس هم خوندیم، ولی خب درس خوندن تقریبا تا سوم راهنمایی الی اول دبیرستان بیشتر درس نخوندیم دیگه، چون که سالا خیلی سالای خشک می اومد، سالا خوش بود. بعد با پدرم و یکی از داداشای دیگه هم می رفتیم سر کوره پسخونه، سر کوره پسخونه تهران رفتیم، پاکدشت رو، بعد فرناباد بودیم، بعد یک سال اونجا سر کوره پسخونه بودیم، باز سال بعد رفتیم مشهد سر کوره التیمور بودیم یه مدتی، بعد از سر کوره باز ماشاءالله اومدیم توی روستا، دیدیم که نه وضعیت کمی بهتره، آب و هوا بهتر شده، بارندگی ها خوبه. دیگه اومدیم روستا، چند سالی بود دیگه میرفتیم با پدرم و با داداشم اینا رفتیم درو، تابستون درو میکردیم، گندم، جو، سر کار بنایی میرفتیم دیگه، بنایی هم راه افتاده بود، خلاصه زندگی رو میچرخوندیم. تو روستا لحاف‌دوزی میکنم الان تقریبا حلوش 12 ساله که لحاف‌دوزی دارم، خرج زندگیم از لحاف‌دوزی در میاد. یکی از دوستان نیشابور بود، رفتم اونجا، مال دوستان دوران خدمت بود، رفتم نیشابور گفتم آقا کجا کار میمونی؟ گفت من گلخانه قاش دارم. اونجا نگاه کردم دیدم خیلی کار خوبیه، یعنی کلن هم از قارچا خوشم اومد هم از نوه کارش. 4 روز هم اونجا وایستادیم. داداشم لیسانس داره، لیسانس حقوقه. بعد گفت که بیام با هم دیگه یک سالن قارچ بزنیم. این سالن قارچ هم درست کردیم. بعد یه بار که قارچ ریختیم یک تن و 500 کمپوست ریختیم. این کمپوستا اول خوب جواب داد چون فصل گرما بود. مهدی جان بابا برم بجه بغرمان خبر رو بگیرم. بعد برای بار دوم که زمستون
کمپوستا رو از فریمون آوردیم، 5 تن ما کمپوست آوردیم. فضای سالن هم دماش میومد پایین. دو تا اجاق داشتیم، گازمون هم که یه جوری بود که گاز خانگی بود، وقتی میوردیم تو سالن اصلا جواب نمیداد. دیگه همونجوری گفتیم علالا یه جورایی بالاخره بعد این کمپوستا رو به ثمر برسونیم قارچا رو. این قارچای مدتی که قارچ داد سالن دیدیم که قارچا داره مریض میشه. دیگه زرع کردیم، او بار دیگه با هم فکری هم دیگه گفتیم قارچ به نظر ما برای اینجا خوب نیست، قارچ باید جوری باشه که وسایل تجهیزات بهتری مدرنی میخواد. تصمیم گرفتیم که این سالن 40 متری رو چون خرج سالن کرده بودیم گفتیم اینجوری بیکار نباشه، لااقل انسان باید حالا از یک جایی اگر ضرر کنی واسه یه فایده هم داره باید همیشه پشتکار داشته باشی. دیگه اومدیم گفتیم بوغلمون سالن رو بریزیم، دیگه به شکل تقریبا کمی بومیتر داریم این بوغلمونا رو پرورش میدیم. تقریبا 3 ماه طول میشه تا خوب بزرگ بشه. انشالله یک ماه یا 45 روز که طول بکشه که اینا جوجهاشون کم بزرگتر بشه. اگه دیدیم جوجهاشون موند و نمرد یا مثلا مریض نشدن که باز دوباره میریم 40-50 تا دیگه میاریم تا 100 عدد درست کنیم. برای پرورش بوغلمون یه جوری هست که روزی حلوش 10 لیتر تا 15 لیتر آب بیشتر مصرف بوغلمون ها نیست. دیگه بوغلمون ها اینا صبح آب میریزیم، باز تقریبا زور ساعت 12:01 باز دوباره آبشون عوض میکنیم چون بعضی ها توی آب را میرن بالاخره خدا نکنه مریض نشن، و شب هم دوباره آبشون رو 3 مرتبه در شب روز عوض میکنیم آبشون. این بابت آب شرب تمیزی که الان داریم همشهریان و روستای نزدیک دارن مصرف میکنن بعد از عوامل اداره آب و فاضلاب تشکر و قدردانی کنیم، چون واقعا این سیستم آبی که الان داخل روستا هست همیشه آب یک ذره کم بود، کم می اومد، بعضی وقتا تو فصل تابستون آب کم داشتیم، ولی الان الحمدلله آب خوبه، یعنی هم بلند روستا هم پایین روستا آبش خوبه. تثبیت اهالی در روستا و عدم مهاجرتشون بحث مهمی هست. حسب توجهاتی که مقام معظم رهبری در بحث محرومیت زدایی و رسیدگی به قشر محروم و روستاییان عزیز داشتن ته سال گذشته و سال 1894 دستوری فادر فرمودن برای تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین آب روستاها، که خب شهرستان زاوه از این نعمت بهره مند شد. در 11 روستا از روستاهای شهرستان مطالعاتی انجام شد، برنامه‌ریزی‌ها انجام شد و با توجه به تخصیصی که داده شد پروژه ها به اجرا در آمد. از محل اعتبار صندوق توسعه ملی در شهرستان بعد از مطالعات و طراحی‌های انجام شده 2 حلقه چاه حفر شده، 18 کیلومتر خط انتقال اجرا شده،
2000 متر مخزن ذخیره آب احداث شده، یک باب ایستگاه پمپاژ احداث شده و بالغ بر 39 کیلومتر شبکه توزیع تعویض شده که خب به تبع اون مشکلات زیادی از تحت روستاها حل شد. یکی از روستاهای بزرگ شهرستان که روستای قلعه آق حسن هست طی سنوات گذشته مشکلات عدیده‌ای داشت، به طوری که ما با توجه به افت سطح آب و کاهش آبدهی چاه و از این طرف فرسودگی تأسیساتمون و افزایش مصارف مجبور به جیره‌بندی در روستا بودیم. روستای قلعه آق حسن روستایی است که بالغ بر 3500 نفر جمعیت داره، از روستاهای بزرگ شهرستان هست و مردم واقعا در مضیقه بودن، مشکلات عدیده ای داشتن، چه به لحاظ بهداشتی، چه به لحاظ شرب، چه به لحاظ بحث‌های دام که حالا اونجا استفاده می‌کردن. و در نهایت بعد از تسکیب و تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی و پیگیری‌های انجام شده، حدود 8 کیلومتر خط انتقال اجرا شد، یک حلقه چاه بررسانی شد، دو باب ایستگاه پمپاژ اجرا شد، 800 متر مکعب مخزن ذخیره احداث شد و با تعویض 24 کیلومتر شبکه توزیع، هرچند هنوز کار نیمه تمام هست ولی الحمدلله مشکل کمبود آب از سطح روستا برطرف شده. الان تمام روستا خوشبختانه بحث توزیع آب داره انجام میشه و کمبودی نیست و الحمدلله مردم بهره مند شدن. وزارت نیرو و به تبع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و در سطح استان‌ها شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی یکی از خطوط قرمزشون بحث کیفیت آب هست. ما موظفیم که آبی که در شبکه برای شرب و بهداشت به مردم بدیم نهایت دقت رو بکنیم در رابطه بحث کیفیتش. در همین راستا تعداد 17 آزمایشگاه رو در سطح استان داریم. آزمایشگاه مرکزیمون به عنوان تنها آزمایشگاه شرق کشور به عنوان معتمد شناخته میشه در سطح کشور. بالغ بر 78 پارامتر میکروبی و شیمیایی رو ما در سطح استان داریم اندازه گیری میکنیم که بر اساس بخشنامه ها و قوانینی که داریم موظفیم آب شرب سالم رو در اختیار مردم بذاریم. با توجه به مشکلاتی که در حوزه آب داریم تقریبا در حوزه فاضلاب کمتر رشد کردیم ولی در حال حاضر 3 پروژه فاضلاب رو در حال بهره برداری در سطح استان، 2 پروژه فاضلاب رو در دست اجرا داریم و 5 پروژه فاضلاب مقدمات شروعش انشالله در حال انجام هست. امیدواریم با تکمیل پروژه های آبرسانی و کمک شما روستاییان عزیز اطلاع وارد بحث های فاضلاب هم بشیم، چون بحث فاضلاب خودش یک نوع بازچرخانی و تجدید حیات برای آب هست. انشالله بتونیم توی زمینه هم رشد بکنیم، آب مصرفی شما رو انشالله به چرخه حیات دوباره برگردونیم و در مصارف کشاورزی و انشالله جایی که لازم هست انشالله استفاده بکنیم. محمدی از اول فروردین که باردهی شروع میشه تا خرداد ماه که باردهیش تموم میشه آب میخواد، ولی نه زیاد، کم. اگر بتونی به حالت قطره‌ای یا کم آبی که خیس باشه پاش که بتونه از خودش از تشنگی بده و بار خودشو بده، تا اواخر خرداد ماه در هر 10 روز یک بار آب میخواد. بعد از اینه که باردهیشو بده و قلمه های کهنه‌شو که میزنی
که برای سال بعد برای بارگیری آماده میشه، در ماه یک دفعه و هم حالتی که از تشنگی و تابستون بره بیرون بیشتر آب نمیخواد و حالت قطره‌ای. بعد به تولدم در کرج زندگی میکردیم که پدرم محل شغل و زندگیش کرج بود. که در بدر کودکی پدرم را از دست دادم، مادرم به علت این که پدر نداشتیم و سفر از خانواده برگشتیم به روستای خودمون و در روستای خودمون به زندگی خودمون ادامه دادیم و همین کشاورزی و دامداری. سرپرست نداشتیم، هم کار میکردیم هم کار دامداری و کشاورزی که تحصیل کردم و دیپلم را گرفتم، ازدواج کردم و مهاجرت کردم به شهر. در شهر به چند جا شغل‌های مختلف پرداختم که شاخه شد و تا رسیدیم به شغل پیمانکاری. سلام، خسته نباشید. خسته نباشید. چقدر طول میشه تا تموم بشه؟ بعد از اون که یه مقدار همین زمین و باغای کوچیک ما بود که از ارثیه گیر ما اومده بود، گفتم چه فکری بکنم که اینا رو یک سر و سرانجام بدم و یک جایی باشه که هم تفریحگاه باشه هم منبع درآمد. یکی از دوستانم در تربت ایدریه که فروش گل و گلهای انواع گلها را داشت گفت که من در کاشان که بودم در زمینهایی که در منطقه هست، زمینهای کوهستانی و زمینهای کوچک، اونا گل میکارن. من یک سری اونو دعوت کردم به روستامون. بعدم که اومد منطقه رو دید میگه که این جای شما برای گل و گل محمدی کیفیت بالایی داره اگه بکارید، ولی کیفیت کسی نکشته بود. هر کس به حالت سنتی در باغش یک درخت داشت که از همون بهره می‌برد ولی درآمد نخورده بودن. که من آمدم 200 تا درخت در اون زمان گرفتم از اون آقا و بعد به دور آزمایشی در دور زمین خودم کاشتم و خوشبختانه در کمترین کوتاه‌ترین زمان که کمتر از 3 سال به درآمد آمده و الان درآمد. در یکی دو سال اول که گلابگیری و اینا رسم نبود، اونا هم این درخت های اون که ما کاشته بودیم درآمد بالایی نمیداد، کم بود درآمدش که ما یا خوش میکردیم یا تعارف میکردیم به یکی، تا به فکر شدیم و دیدیم خوش میکردیم و به حالت خوش به بازار میدادیم به مغازه ها. تا امسال که یه آقای حیدری اومده و در این منطقه دستگاه گلابگیری رو راه انداخته، خودش میاد یا میبره یا خودمون میان تحویلش میدیم. در نهایت برنامه های گلابگیری رو دستی آقاست که این گلاب میگیره، اینجا گلابگیری مونه و تبدیل به گلاب مونه به بازار. با توجه به جمعیت شهرستان زاوه که 85% بهش عزیز روستاییان هستند و سیاست هایی که دولت و نظام داره برای تسهیل و عدم مهاجرت، خب با هزینه که از محل صندوق توسعه نمی داره انجام میشه، عملا ما کمک خواهیم کرد برای اینکه یکی از زیربناهای اساسی و ممری که باعث میشه که مردم در روستا مستقر باشن و ترک نکنن روستا، بحث آب رو تامین کنیم. خب به تبعش با توجه به خوشسالی هایی که هست و اینکه در مراتع بحث های چشمه ها و قنوات با مشکل مواجه هستن، دام هم دینف هست از این مورد، یعنی عملا دام عوض اینکه در خارج از روستا پرورش پیدا کنه، از با استفاده از آب شرب دارن در داخل روستا استفاده میکنن. حالا مثالاش هست. از اون طرف بحث صنایع کم آب طلب داریم، ما پرورش گاو شیری داریم،
پرورش شترمرغ داریم، پرورش مرغ داریم، گلخانه های در حد کوچکی هست که دارن از آب شرب استفاده میکنن و عملا به نحوی باعث یک اشتغالی هم در سطح روستاها شده. سرباز معلم بودم چند سالی در نهضت سواد آموزی به صورت آموزشیار نهضت، کم و بیش هم در رشته خرید فروش زعفران داشتم کار میکردم. آمدم به روستا در سال 1389 و مدت چندین سال الان 5 سال است که مشغول به شغل گلخانداری میشم. یکی از بچه‌ها از گلخانداری برام تعریف کرد. بنده هم از اول همجوری جویای کارهای تولیدی بودم. با ایشون قرار گذاشتیم، گفتم بیا به روستا، ما یک جایی داریم انتخاب کنیم. چجوری آمد باغ دید، گفت خیلی عالیه اینجا، چون هم آب داره شما هم نزدیکه و هم از همه نظر معقول سفره. بعد شروع کردیم به شغل گلخانداری. اینجا احمد درخت بود، همینجوری درخت‌های بادام بزرگ بود. شروع کردم به کنالانم، شاخ ها برگشون خوش شده، همینجا موجوده و شروع کردیم با لودر آوردیم و شروع کردیم بکندن درخت ها و مشغول شدیم به شغل گلخانده. اولین کار که ما شروع به کار کردیم 2 تا از گلخانه ها افتتاح کردیم. بعد در طول از سال 90 که ما مشغول به کار شدیم، دیدیم که مثلا 2 تا اول که آزمایشی دیدیم بد نیست شغلش، بالاخره بخور نمیر ازش در میر. و بی فکر افتادیم که 2 تا دیگه هم زدیم و اضافهش کردیم و مشغول به کار شد. ای خدا. خیار کاشتیم، خیلی خوب بود. سال دوم آمدیم باز راهنمایی کردیشون، گفت که اگر شما در زمستون به عوض خیار که گلخانات خالیه سیر هم میتونی کش کنی. شروع کردیم به کاشتن سیر و سیر هم خیلی خوب بود. بعد سال بعد آمدیم باز راهنمایی کردیشون، گفت که اگر بادمجون هم داشته باشی بادمجون هم خوب. پارسال سال گذشته داشتیم بادمجون. گلخانه ما جوری که گرمایی نداره و تا فصل خیلی خیلی که بتونیم از این بوتوی ما استفاده کنیم تا اول نوین سردی روستای ما زودتر دست میتونه فرا میگیره. منصرف شدیم از کاشتن بادمجون و باز هم همون کشت قدیمی بوته خیار زدیم در داخل گلخانه. ما الان به طور مستقیم که الان 10 نفر اینجا با خانواده خود ما مشغول به کار و غیر مستقیم هم که دیگه زیاد سال در حدود از تا ما 50 تن 35 تن تا 50 تن خیار اینجا به عمل میاریم در این 4 تا گلخانه. از نظر آب به صورت مشکل نداریم، حتی اگر در زمانی که برق نباشه، چون داریم از پمپ استفاده میکنیم که اگر یک زمانی مشکل مثلا برق داشتیم یا پمپ مخابه، حتی میتونیم از آب لورکشی چون نزدیک مایه بازم چی استفاده کنیم. الان یک مقدار هستند خانه که از این گل خبازی میگیم، از اینا کش کردن و از این گلای خبازی کش میکنن و از آب لورکشی استفاده میکنن و اونا بالاخره کم بیش گذرون زندگیش از اونا به دست میارن. گلخانداری آب زیادی لازم نداره، اگر که خیلی هر 500 متر روزانه تقریبا 1500 تا 2000 لیتر آب نیاز داره هر گلخانه 500 متری. هر گلخانه که تقریبا 500 متر زمین هست یک خانواده میتونه ازش اگه داشته باشه اداره کنه زندگیش با همون 500 متر با هم خود و خانوادهش کار کنه.
ما دوست گسپند داریم، شش هفته گسپند دوش داریم، مریم خودم هم خودی گسپند دوشا هستن، تقلبا میکنن مدوشن شیر خدا همی اجی خانم بخش میکنه، یک روز از نو یک روز از او، باز زمین هفتش ده تا کار میداریم، باز به عروسه محمدن دسته تا عروس داریم، باز بزونه محمدن اول طلام دستی دیشن خدای دست میمین دوار میکردن تا مزین دو ساعت مزین تاخته اینا مسکمه، حالا نه مریم در برق لیتو سطح یا مرزی بر برق مزین زی آمد خیلی کاری حالا سورفته، اول ما خیلی سختی کشیم امی دستوی مره مره ای بنک کردیم از دور طلام زیه چنو سخت و اجاقا که یک مرد کور بوم گریفتن که با حساب برای ما بشکه دیشتم او مکد واز از اوی بشکه خرج نمکدم اونا برای حساب برای خانه دیشتم خود ما واز با چا بلا مکشیم در دولم در ظرف مرختیم پیاله چرخم مشوشتیم این بانکار مشوشتیم حالا که خیلی خوب افتر اونجا چنو ما سختی کشیم اجاقا واز کانه ما رو بردیم بدم قانات مشوشتیم از همین چو همه کانار ورده فابر ورده برند اون چو بوشتیم واز تکلیم اکو تر بیرده اونی بر باد کو پیاله چرخ شیرار که چرخ کردیم آوردن دین چه موشیم اونا پرگالا به حساب چیزای اشغالای بعد اونا رشید تمیز کنیم که پیالا زنگ مزن آواز دو بیدگا چرخ نمر من هم زفاشش دو کنم دست چه خوری دارد نکنم نه دست درد نکنم شما برید بچه شما که به حساب چرخ نکردیم اونا رو ماس نکنیم باز فردا به در میاریم در بله فرگاز به حساب جوش میتیم باز اینا رو در خلیتا مرزیم در مین جگا مگذاریم که اوواش بده و اوواش رو در بانکا میکنیم باز پس فردا او غرود میکنیم باز اونا رو مگذاریم جوش میخورن او غرود مرد به حساب غر غرود بشه دیگه این کار باز کچلو کار این روز دگه مندازیم به حساب غرود مرد مخکم مرد میرم مندازیم خیلی اولو لکشی که بسته سخته جاقا تا وقتی او میارن بچه ها با حرف نمیخونن ما هم قوت ندارن که بریم او بیاریم او ما را ما دوره بعد خدای ماشین بری او او هم مگه به درد نمخوره مگه بد نخوری کنم در شمار مرض میگیره ما او او نمخوره بعض وقتا اجا چای نمخوره دمین غذای ما نمخوریم او بی قناتا مگه هر که من بیدر ازم من بش خرج کنم خب بعضا ندارن الان ای هم سای ما داره ای هم سای دیگه ما هیچ کدوم نه خیلی سخته برای شو اولول کشی اگه نباشه ما خود ما خمیر میکنیم هم پنجکش میکنیم هم تفتو میکنیم هم فطیر میکنیم هم گرده میکنیم واسه اینا روغنی میکنیم مینشه بالاش پور ارچیتیا کنجت و سیادانه و تخم شوید و اینا میکنیم برای خود ما میکنیم بعض وقتا پیاز تخم میکنیم دمی میکنیم حسب شرایطی که بر منطقه حاکم هست و وضعیت اقلیمی که منطقه داره ما بلا استثنا به سمت کم آبی و بی آبی حرکت میکنیم و این بر هیچ کس پوشیده نیست همه هم اطلاع دارن و باید خودمون رو وقف بدیم با شرایط تنها راهی که میشه مقابله کرد با این شرایط اینه که ما بتونیم بهتر صرفه‌جویی کنیم برنامه‌ریزی کنیم و بتونیم از منابع آبیمون به نحو احسن استفاده کنیم خواهشی که دارم از اهالی محترم روستاها این هست که در سقف مصرف و با حد اکثر توان بتونن صرفه جویی کنن تا بتونیم در آینده نیز از نعمت آب شرب برای آیندگان استفاده کنیم. سال 76 کلاس سوم راهنمایی ترک تحصیل کردیم اومده با مدرک اصلی سیکل از او به بعد هم بابام گسپند داشتن و کشاورزی داشتیم اینا تا سال 90 سال 82 ازدواج کردیم بعد در سال تا سال 89 هم گسپند داشتیم و زعفرون داشتیم کشاورزی میکردیم اینا بعد با توجه به اینکه ما مریضی ما گرفت با گسپند حساسیت داشتیم دست ما به گسپند بخوره جون ما یه خودوی افلا قفلا میشه و اینا اساس هسته ما نفس بطنگی میکنه اینا گسپندار فروخت
با داداش بزرگتر ما که نظامی هستن زدم توی که خواهد شترموق. شترموق اگه ایمون هست مثلا هرچی بزرگتر بشه خوراکش بیشتر میشه. یعنی اول جوجه یک چهارم وزنش غذا میخوره، اگه یک کیلو هست در روز 200 گرم میخوره. بعد هرچی بزرگتر میشه مثلا توی 7 ماه 8 ماه دیگه 2 کیلو 2.5 کیلو در شبان روز میخوره. ولی یک شترموق شاید در روز 10 لیتر آب بخوره. آب خیلی زیاد میخوره، اینه با آب زیاد حساسن، خیلی هم حساسن آب هستن. دیگه یک حیوان هست استرسی، اینا نباید صدای زیاد نارنجار بشه، نباید خیلی مثلا سرصدا اطراف شو بشه، خصوصا تخمگذارا شو. پروریش تا حد خوب هم. در سال اول هم خریدیم، مولد خریدیم، شترمرغ تخمی تخمگذار خریدیم، چند خانواده خریدیم، چون تجربه زیاد نشیم ضرر کردیم. بعد سال بعد دستگاه خریدیم، اینا کم کم راه افتادیم تا پارسال ما شترمرغ تخمگذار داشتیم، جوجه من گرفتیم من فروختیم. بعد دستگاه ما خود ایراد در آورد، مرغا ما عفونت پیدا کردن، اینا امسال مرغ تخمگذار فروختیم و زدیم توی خط پروار و شترمرغ پرواری. گوسفند با شترمرغ فرق زیاد داره، ولی خب ما چون کار میشه روستا هستیم و علاقه داریم این مرغ و پرنده و مرغ خانگی اینا داشتیم قبلا، اینا میشه کار ما همین بود، گفتم این کار از این کار بین شهرستان ها اینا کارگری بریم بهتره. این بود که بهانه شد که همین چای آب اینجا زدن و آب و برقش همینجا بود، گفتم اگر زمین اگر خون مال خود ما بود گفتم اگر نش کمتر میفته و زدم توی خط شترمرغ. مالک هستیم، هر هجده هکتار زمین یک تاش مال بابا مایه. عرضم حضور شما که آمدن آب شرب اینجا زدن، دیدم که امتیاز آب ما آمدن اینا و علی یکم که زمین باید میخریدیم درست میکردیم اینا، دیگه گفتم این زمین مال خود ما هست و اینا، امتیاز آب خریدیم اینجا کم کم دیگه راه افتادم اینجا. گوسفند زحمت زیاد داره، اینا مثلا یک جوجه شترمرغ تا 7 ماه جمع بکنی شاید مقدارش اندازه یک گوسفند خرج داشته باشه، ولی یک گوسفند سر 7 ماه با 60 کیلو نمیرسه، ولی شترمرغ 100 کیلو 60 کیلو سابقه داره رسیده. یعنی جوجه شترمرغ 6 ماه با 90 کیلو داشتیم، 7 ماه با 96 کیلو 100 کیلو داشتیم ما که این سال قبل فروختیم. 7 ماه جمع بکنه، بعد 7 ماه هم که اینا کشتاری میشن دیگه به قول بنده خدا جا ندارن که بزرگ بشن، میان شاید ما خریداری میکنم و طرف تهران و کرج و اسپانینا و اونا برم کشتارگاه و شاید هم جوجه پروری بشه اینجا کس گوش خواسته بشه خود ما کشتار کنیم و بزنیم بازار. از قدیم گفتن که هر جا آب هست آبادی هست، راست گفتن. آب که هست ما اینجا کار داریم، شغل داریم، نه ما یکی، همه مردم از این آب استفاده میکنن، کل همین چوپینا، کل همین دامدار و کشاورز و هر کی اینجا هر کار مشغول است از این آب شما استفاده میکنه، حتی برای خوردن. الان به برج 7 و 8 اینا موقع زعفران هست، شاید اینجا هزار نفر گل میچینه، این زمینا کلا زیر کش زعفرانه، ولی چون که آب قنات بالا هست و میریزن به استخر آب خوردن ندارن اکثرش، کلا میان این منطقه اینجا میان آب میخورن، همه دعا میکنن، خیلی هم ما راضی هستیم و خدا رو شکر میکنیم. این یک نعمتی است بیکران، واقعا دست اداره آب درد نکنه، دست دولت درد نکنه، ما خیلی تشکر داریم از اینا، واقعا به ما یکی که حیات بخشیدن اینجا. این آب خیلی به درد ما خورد، خیلی هم ممنون هستیم، ان شاءالله که به درد همه مسلمان بخوره. منابع درآمد روستایی طبیعتا در خود روستا باید براش برنامه ریزی بشه. هیچ صنعتی هم در هیچ جای دنیا یا هیچ جای کشور بدون آب اصلا امکان پذیر نیست. با توجه به نیازی که در احساس شد در حدود 6 سال پیش و بخشنامه هایی و تعاملاتی که بین وزارت نیرو و سایر وزارتخانه انجام شد، وزارت نیرو پذیرفت قضیه رو و به نوعی موظف شد که در رابطه بحث صنایع کم آب طلب کمک بکنه. امروز ما شاهد این هستیم که حدود 500 تا از مشترکینمون صنایع کم آب طلبن و به هر کدوم از دوستان مراجعه میکنیم، میبینیم با اشتغال حداقل یک و حداکثر 10 نفر رو میبینیم اینا مشتغل اشتغال ایجاد شده براشون. ما هم از این بابت خوشحالیم که تونستیم به توسعه روستا، ثبات مردم و رضایت مشترکمون در روستا نقش داشته باشیم.